درود بر شما. 21 خرداد ماه 1400 خورشیدی و 11 ژوئن 2021 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به معرفی سه تا دیگر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و البته با پرده آخر در آخر برنامه. هفته پیش محسن رضایی، محسن مهرعلی‌زاده و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی رو معرفی کردیم. این هفته می‌پردازیم به ابراهیم رئیسی، عبدالناصر همتی و سعید جلیلی. البته اینا رو خودتون خوب می‌شناسین، حالا یه نکاتی هم من اضافه می‌کنم. شاید ابراهیم رئیسی، رئیس و ساداتی اصلا رئیسی نداره، ابراهیم رئیس و ساداتی معروف به ابراهیم رئیسی، 61 سال، متولد مشهد. ایشون 6 کلاس سواد مدرسی داره و البته مقداری سواد مکتبی که 3 سالش رو ظاهراً تو حوزه علمیه مشهد خونده، 3 سالش رو تو حوزه علمیه قم، 15 سالش بود که رفت قم. بحث مدرک تحصیلیش که توی مناظره ها مطرح شد و داغش کردن و اینا، حجت الاسلام جزایری معاون آموزش جامعه المصطفی میاد وسط میگه شلوغ نکنین، مدرک علمی حوزه در تمام کشورهای دنیا پذیرفته شده است و بسیاری از کشورهای اروپایی و آلمان، بسیاری از طلاب ما را با همین مدارک حوزوی پذیرفتند. حالا من البته میگم چرا آلمان رو مستثنا کرده، جدا کرده، گفته، ولی این خیلی مهمه دیگه که در تمام کشورهای دنیا مدرک حوزه یعنی این چیزایی که اینا میرن تو حوزه ها یاد میگیرن، این رسمیت داره و در بسیار دروغ که حناق نیست که مالیات هم نداره، آخوندم که مالیات نمیده اصلا از بیخ. حالا میرسیم توی این برنامه یه چیزایی اینا میگن که آدم حاضره واقعا داشته و نداشته تش رو بذاره در طبق اخلاص در مقابل این حضرات، بگه تو بیا به من ثابت کن همه چیه، من روح و جسمم مال تو. میرسیم حالا. بله خب، انقلاب که میشه، آقای رئیسی 18 سالشه، میفرستنش دادستانی کرج به عنوان دادیار. سال 59 رئیسی 20 سالشه که میشه دادستان انقلاب کرج. بعد با دختر علم الهدا ازدواج میکنه، احمد علم الهدا که اون موقع رئیس کمیته منطقه 1 تهران بود. کمیته علم الهدا معروف بود تو تهران به خاطر استخدام لاتولوتا و سرکوب محلات. رئیسی سال 63 میشه معاون رازینی دادستان انقلاب مرکز. کل دهه 60 رو رئیسی معاون دادستانی مرکز بود از سال 63 به بعد و تو هیئت قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 با همین سمت معاونت دادستانی مرکز حضور داشت. چندین هزار زندانی سیاسی که بیش از 90% زیر 25 ساله بودن تو یکی دو ماه اعدام شدن و جناب رئیس و سادات همیشه افتخار کرده به اعدام کردن هزاران کودک و نوجوان در دهه 60. افرادی بودن که اینها حکمشون از نظر قانونی روشن بود. برخورد با جریان نفاق از اون برخوردهایی بوده که افتخارش مال امامه. امروز قهرمان ملی مبارزه با نفاق امام خمینی است. رئیسی سال 96 هم تو انتخابات شرکت کرده بود دیگه. قبل از انتخابات سال 96 که معروف شد به آیت الله قتل عام، ظاهراً مجبور شد که برای مصلحت این افتخار کردناش رو یه خورده دوزش رو بیاره پایین، کنار بذاره و به جایی رسید که اصلا اومد منکر حضورش تو هیئت مرگ سال 67 شد. حکم ما کیا نوشته هیئت نفره کیا هستن؟ 1. دادستان، 2. قاضی شهر، 3. نماینده اطلاعات. من کدوم یکی از این سمت ها داشتم؟ نه سمت من تو اون حکم هست، نه اسم من. منتها شما میخواستن هم تصحیح حساب با امام بکنن، هم با انقلاب بکنن و هم با نظام بکنن. البته نه، یه حیوانی ها که براش کف میزدن کیان و حرفاشو باور میکنن، کیا بودن این هیئت مرگ واقعا؟ اون که اولش نامه امام خمینی رو نشون داد در حکم
قتل چندین هزار نفر. کیا بودن اعضای هیئت مرگ؟ همین ابراهیم رئیسی، مصطفی پور محمدی، علی نیری و مرتضی اشراقی. این چهار نفر مرداد 67، دیگه این مستند تاریخی است، مرداد 67 وسط اعدام ها میرن پیش آیت الله منتظری که مجوز ادامه کشتار زندانیا رو بگیرن. بارها پخش کردیم این فایل صوتی آیت الله منتظری به همت حاج احمد آقا پسر آیت الله منتظری منتشر شد. هزینه های البته براش داشت ولی ایستاد و منتشر کرد این رو و خب خیلی چیزا رو آشکار کرد. آیت الله منتظری به شدت بهشون تو اون جلسه ای که اینا میرن ببینن آیت الله رو اعتراض میکنه. به نظر ما بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیذارن. یکی از این جنایتکارهای تاریخ که همونجا نشسته وقتی داره آیت الله منتظری این حرفا رو میزنه همین ابراهیم رئیسی است که انقدر تاریخ و کم حافظه فرض کرده که پخش کردیم صحبتشو، میاد میگه من نبودم، سه نفر بودن من نبودم. روح الله حسینیان از مسئولان قضایی اطلاعاتی جمهوری اسلامی همون موقع و دوست رفیق شفیق سعید امامی که میدونید، میگه به خاطر اعدام سال 67 باید از رئیسی تشکر کرد. یکی از ایراداتی که با آقای رئیسی میگرفتن این بود که آقای رئیسی مثلا جزء این گروهی بوده که اعدام کرده مناطقه رو. خب آقای رئیسی رو باید جایزه داد. اولا آقای رئیسی که از خونه صبح بلند نشده بیاد بیرون حکم صادر بکنه علیه منافقین، مسئول کشور امام تشخیص داده ایشونو حکم داده و مسئول یکی از مسئولین این کار قرار. مردم باید تشکر بکنن از آقای رئیسی. دیگه انکار رئیسی من نمیفهمم چه معنی داره. سال 96 فلاحیان هم همین حرف رو زده و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی. یعنی دیگه اصلا انکار نشدنی مسخره تر از همه اینه که فکر میکنه تاریخ هیچ حافظه ای نداره. درسته کم حافظه است ولی نه اینقدر. رئیسی سال 96 که میخواست بشه رئیس جمهور، خب ازش تشکر کافی نشد و رئیس جمهور نشد. حالا امسال ظاهرا میخواد بشه و بارها تو این مناظره های تشریفاتی تلویزیونی انتخابات از عدالت و عدالت طلبی خودش حرف میزنه، میگه این ملاکه دیگه. تو همین سه سالی که رئیس قوه قضاییه بوده عدالتش چه بوده؟ عدالتش یعنی برای اولین بار بعد از 30 سال مردم رو به خاطر نوشیدن الکل اعدام کردن. تو 30 سال گذشته این اولین بار بود که در تیر ماه 99 یک نفر رو به خاطر مشروب خوری اعدام کردن. یعنی نوید افکاری که بر اساس همه شواهد و اسناد و گفته وکلاش قتلی مرتکب نشده بود، حکم اعدامش رو بدی بدون خبر به او، به خانوادش، به وکیلش، از ترس اینکه یه وقت جلو جنایتت گرفته نشه. چه عدالتی است؟ های النصر به رعب. تو دوره ریاست جناب عالی بر قوه قضاییه ایران افتخار ایستادن در مقام اول جهان در تعداد اعدام‌ها به تناسب جمعیت کشور رو به دست آورد. ای عدالت عدالت شنیدین شاید منم هم حوصله کردین این مناظره های سیمایی رو دیدین. عدالت عدالتش گوش فلاک رو کر میکرد. عدالتت یعنی آزاد گذاشتن دست دزدان کلانی که مال و جان ده ها میلیون نفر رو وسیله رنگین کردن سفره های خودشون و بستگانشون کردن. من فقط اسم بعضی دم کلفتایی رو میگم که مثلا مجازات شدن و رفتن زندان. یه چند نفری رو که وبسایت ارزشمند ایران وایر منتشر کرده که تو دوره قاضی قضاتی ابراهیم رئیسی به جای زندان رفتن ویلاشون دارن زندگیشون رو میکنن یا محکوم شدن تو دادگاه تشریفاتی مفسدان اقتصادی ولی اصلا زندان نرفتن. حسین فریدون برادر حسن روحانی سال 98 به اتهام رشوه خواری به 5 سال زندان و رد مال به مبلغ 31 میلیارد تومان محکوم شد. ساعاتی بعد از رفتن به زندان به مرخصی رفت و دیگر به زندان برنگشت. بابک زنجانی حالا یه قدر طول میکشه. خب بابک زنجانی که حکم اعدامش در اسفند 94 صادر شد بیش از 2 ماه است که به جای زندان در ویلای شخصی خود در لواسان است. بابک زنجانی و شرکایش 2 میلیارد دلار پول شرکت
ملی نفت ایران را هنوز پس ندادند. جلیل صبحانی متهم پرونده پتروشیمی و محکوم پرونده اکبر طبری به 3 سال و 5 ماه حبس محکوم شد. جلیل صبحانی اصلا زندان نرفت. اینا همه دست گلای دوره آقای رئیسی ها دارم عرض میکنم. بیژن قاسمزاده بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه به همراه اکبر طبری معاون اجرایی قوه قضاییه در دوره لاریجانی محاکمه شد و حکم 10 سال حبس 74 ضرب شلاق گرفت. قاسمزاده هم مانند صبحانی تا امروز همچنان آزاد است و در یک آپارتمان لوکس در تهران یا در ویلای گران قیمت خود در بابل زندگی میکند. پرویز کاظمی رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه وزیر رفاه دولت احمدی نژاد، محمد رضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه و نماینده 2 دوره مجلس شورای اسلامی، علی بخشایش مدیر عامل سابق بانک سرمایه، سید محمد هادی رضوی داماد وزیر رفاه دولت روحانی و محمد رضا خانی مدیر عامل اسبق بانک سرمایه، اینا به زندان و رد مال و شلاق محکوم شدن اما همشون به بهانه‌های مختلف در مرخصین. این علی دیواندری مدیر عامل اسبق بانک ملت و بانک پارسیان به 20 سال حبس محکوم شده و در مرخصی است. مهدی هاشمی رفسنجانی سال 94 به 10 سال زندان محکوم شد ولی در این سالها روزهای کاری هفته را در مرخصی بوده. سردار محمود سیف یا محسن سجادینیا که چند تا نام مستعار دیگر هم دارد در دادگاهی به نام مبارزه با فساد اقتصادی به 30 سال حبس قطعی محکوم شد. به شهادت یکی از همبندان سیف او از پنجشنبه 28 اسفند 99 راهی مرخصی شده و تا امروز به زندان بر نگشته است. اینه کارنامه‌های رئیسی. این که اینا مجازات نمیشن حتما مصلحتی توشه که مربوط می شود به بخش از کارنامه جناب عالی تو همین 3 ساله ریاست بر قوه قضاییه. عدالت تو، محکم عمل کردن تو، یه ریزی این ور اونور کوتاه نیامدن فقط در قبال مردمه، در قبال عرض کردم اعدام هاست. حکم بدی کسی که نمونه بارزش ها عرض کردم دیگه، قهرمان کشتی نوید افکاری، تمام شواهد علیهش بود، فقط تو میتونستی حکم بدی. برنامه مفصلی گفتم و حکم دادی، حکم اعدام، در حالی که دادگاه حکم اعدام نداده بود، قرار بود، یعنی حکم اعدام داده بود، قرار بر این بود که برن رضایت از مقتولا رو بگیرن که مثلا گفته بودین که نوید افکاری کشته. هم وکیلش هم خانواده‌اش، خود خانواده مقتول میگفتن اینا داستانه. حکم دادی بکشنش، انتقام بگیری از اعتراضات مردم در سال 96. بعد حالا تو این مناظره های انتخاباتی خیلی مسخره است واقعا. یارو رئیس قوه قضاییه است همین الان اونجا نشسته، پاس داره که اونم میخواد بشه رئیس جمهور، به یکی دیگه که اونم میخواد بشه رئیس جمهور همشون اونجا نشستن، میگه من اگه بیام سر کار، پاسداره میگه من اگه بیام سر کار تو افجد دو آبادتو میگیرم میندازم زندان. بعد اون حیوانی که تهدید شده واسه اینکه کم نیاره، همیشه تو این برنامه هم یه میگه چند نفر به یه نفر، همین همتی رو میگم، واسه اینکه کم نیاره میگه من اگه بیام سر کار تو رو تحویل همین رئیس قوه قضاییه میدم که اینجا نشسته و میخواد بشه رئیس جمهور. اینکه آقای همتی رجزخانی نظامی و جنگی رو نمیداند یک مسئله است، ولی اینکه از دشمنان ملت ایران دلسوزی میکند عیب بسیار بزرگی است. اتفاقا ایشون در طی 3 سالی که در بانک مرکزی بوده کاملا با تحریم‌های آمریکایی همراهی کرده و در اولین فرصت اگر من دولت رو به دست بگیرم ایشون و تعداد دیگری رو در دولت آقای روحانی ممنوع الخروج میکنم و به دادگاه میسپارم. بعد همتی که کوتاه نمیاد، حیوانی لااقل اونجا میاد وسط تا حقشو بگیره. من اولا خب همیشه گفتم به جناب آقای رئیسی احترام ویژه قائلم، ولی الان ما اینجا رقیب هستیم و من مجبور هم مطالب رو بگم برای اینکه ما باید مردم بدونن دیدگاه ما چیه.
خب من الان یک شهروند عادی و استاد دانشگاهم، ایشون رئیس قوه قضاییه است، این بالاخره یه تعارض منافع داره جناب آقای رئیسی. من الان نمیدونم آیا امان نامه به من میدید که اگر بعد از اتمام اینها پیگیری نکنن علیه من، پیگیری قضایی نکنن، به هر حال با این جملاتی که آقای رضایی گفتن که ما میخوایم محاکمه کنیم، واقعا جناب آقای رضایی من نمیدونم حضرت عالی هنوز این که در ارتباط با برخی عملیات که علیه شما شکایت هست همین که پیگیری نمی کنن، شما باید خدا شکر کنین. البته من اینم بگم شما فرمانده جنگین، ما احترام میذاریم به شما، فرماندهان جنگ عزیز ملت هستن، شما هم در کسبت فرمانده جنگ عزیز هستی، ولی خواهش میکنم اینجوری صحبت نکنید. من حتما اگر رئیس جمهور بشم شما رو به عنوان یکی از مخلین اقتصاد کشور که وضع معیشت رو به امروز آوردن حتما معرفی میکنم به خود جناب آقای رئیسی. من زندگی نامه ابراهیم رئیسی رو دیگه تو این برنامه تکرار نمی کنم، قبلا بهش مفصل پرداختم. فقط چند نکته رو که به همین نمایش مناظره های انتخاباتی مربوط میشه میگم. یک مثال از دانش اقتصادی و آگاهی ابراهیم رئیسی بذار بدین خدمتتون عرض کنم، بعد میریم روی موضوع های دیگه. موضوع صحبت به اصطلاح اون بخش از مناظره مسکن و ازدواج جوانان، این تیکه که میخوام پخش کنم براتون. رئیسی با مثالی که از استفاده از زمین مفتی آستان قدس میزنه، حالا کاری ندارم این زمین، زمین های غصبی آستان قدس در واقع میزنه، میگه ما روی این زمین ها چون 10 بلوک خونه ساختیم و دادیم به زوجهای جوان، مشکل مسکن رو میشه همینجوری تو مملکت حل کرد. تو آستان قدس رضوی بودم، یه روز رفتم در دانشگاه فردوسی و جوانا همین سوال کردم، گفتم جوانا چرا ازدواج نمی کنید؟ گفتن آقا کو مسکن، کو اشتغال. من به برکت حضرت رضا علیه السلام اومدم تو آستان قدس، زمینی مال آستان قدس بود، شروع کردم یه مبلغی دم گذاشتیم، 10 بلوک شروع کردیم به ساختن برای جوانهای، یعنی زوجهای جوان دانشجو. ببینید من عرض میکنم که اگر به جوانها میگیم ازدواج، حتما باید مسئله اشتغال و مسئله مسکن رو در کنارش فکر کنیم. آیا میشه یا نمیشه؟ کسانی که معتقد به نشدنند، به قول جناب آقای دکتر رضایی، واقعا نمیتونن در این عرصه حضور فعال پیدا کنن. ما معتقدیم در این کشور میتوانیم، اشتغال در کشور قابل این است که جوانهای عزیز مشغول بشن و دغدغه‌شون رفع بشه. ببینید ما امکان اشتغال در کشور بسیار داریم و این ظرفیت ها اگه فعال بشه، که فعال شدنش به هیچ عنوان سخت نیست. بعضا من در استان رفتم خدمت آقایون مدیران، با هم نشستیم جلسه کردیم، گفتیم آقا یک ماه وقت میدیم این واحد فعال کنید. من آمده اینجا خودشون جلسه گذاشتن، یه کاری هم بود ما به یه جا زنگ میزدیم پیگیری میکردیم، مثلا استمهال وزارت اقتصاد داری، مثلا نمیدونم مواد اولیه، مسئله من نیست اما من مسئلمه. اگر شد تولید مسئله کشور میشه مسئله من، مسئله همه میشه، باید فعال پیدا، حضور پیدا کنن. مسئله هم همینطوره، ما امکان حل مشکل مسکن جوانها رو داریم بسیار راحت، چون بیشترین هزینه مسکن مال زمینه. زمین در کشور ما شما میبینید، لازم به استدلالیست اینجا عرض بکنم، ما برنامه داریم مسکن اشتغال برای جوانها آماده متشکر. کردنه انشاءالله از ما مسکن و اشتغال، از شما ازدواج. از ما مسکن و فلان و اشتغال، ببخشید از شما ازدواج. ما نشستیم کار چند تا کارگاه و حل کردیم تو مشهد، راه افتاد. مسکن هم به همین راحتیه، زمین همینطور ریخته، میگیم بریم بسازین مفتی، خیلی راحته، اصلا فرمودن مشکل نیست. 2/3 مساحت ایران کویره، مفت مال شما، بریم بسازیم. البته اگه همون جام بریم بسازیم میام یقتون رو میگیریم، ولی به هر حال خیلی راحته. این روح راهلای احمدی نژادی و من فقط یه اشاره کوچک بکنم، مسکن مهری که احمدی نژاد ساخت با همین ایده رئیسی، همین شکل، زمین مجانی بریم میسازیم، کمکتون میکنیم فلان اینا، میدونین دیگه توی برنامه از قول خودشون مستند
نقل کردیم که همین مسکن مهر با مشکلات عدیده روبروز، غیر از حالا ساخت و ساز مافنگیش و اینا، روبروز که قیمت هر متر مربعش در میاد کمتر از خدماتی که میبایستی از پیش براش در نظر گرفته میشده و داده نشده و بعد از نو این کار رو انجام داده. حالا میگه برین تو کبیر بسازید. یعنی چی؟ یعنی برق، آب، گاز، جاده کشی، خیابون کشی، مدرسه، نمیدونم همه این داستان. حالا برگردیم به موضوع نرخ بیکاری جوانای ایرانی که آقا داره میگه نمیدونم ما همه چی رو به راحتی درست میگوریم، دو برابر میانگین جهانی است، رسیده به 25% جمعیت. به این جمعیتی که رسما میگین بیش از 16 میلیون نفره، رئیسی میخواد هم زمین بده مفتی، هم دستشونو به یه کار نون آبدار بند بکنه تا اینا برن ازدواج کنن. میگم روح راه علای احمدی نژادی توی این مناظره ها همینطور پرسه میزن. رهبر معظم هم البته همین راه علا هم میشه خوشش میاد که بعض مملکت اینجوریه. زیر ساخت اقتصادی یعنی چی؟ تأمین منابع، ایجاد اشتغال یعنی چی؟ برنامه بودجه یعنی چی؟ اصلا منحل بشه بره که شد دور احمدی نژاد. چگونگی رفع تحریم های اقتصادی یعنی چی؟ اینا رو برای چی باید رئیسی بدونه؟ این مهمه که 2 میلیون فالوور داره. در ارتباط با مسئله فضای مجازی کار باید بسیار بشه. اون قسمتی که کار نشده، من خودم توی فضا هستم، 2 میلیون فالوور دارم. ابتذال در این حد به این که چقدر این پوز دادن واقعا مبتذله من کاری ندارم، ولی البته آقای رئیسی باید بداند که همچین پوزی نیست. این در قیاس با بقیه مسئولان، رهبر معظم پروستاتش رو عمل کرد، 400 میلیون نفر ازش احوال پرسی کردن. رهبری یه ناراحتی مریضی خیلی مختصری پیدا کردن، چند تا پیامک از به ایشون اومد. این پیامک ها رو من میگم، کسی که شفاهی نگفت، فقط پیامک 400 میلیون خورده پیامک اومد. جمعیت ایران چقدره؟ این 400 میلیون خداوند چجوری دلهاشو با ایشون کرده؟ کسی که با خدا باشه، خداوند متعالم با اوست. کسی که امور رو برای خدا بخواهد، خداوندم نسبت به او رو محبوب القلوبش میکنه. این قازل قضات مملکت اسلامی است که با یک دروغ از مسئولیتش باید کنار گذاشته بشه. آقای رئیسی، اگر ثابت کنی که 400 میلیون پیامک برای علی خامنه ای آمده وقتی پروستاتش ناراحت بوده و بیمارستان بوده، من میارم مداره که چه میدونم شناساییم و اینجا نشون میدم که شدم فالوورت، منم میشم فالوورت. این ابراهیم رئیسی از قوه قضاییه استعفا نداده همین الان، یعنی اگر رئیس جمهور نشه بیکار نمیمونه حیوانی، برمیگرده سر کارش. ولی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی خیلی ظاهرا میترسه که یک جاشو بگیره. تا اومد ثبت نام کرد برای ریاست جمهوری، گفت من استعفا ندادم و من بعد از انتخابات میخوام برگردم سر کار. برای مدتی که رقابت‌های انتخاباتی است و فرصت کمتری دارم به مسائل بانک مرکزی برسم، اختیاراتم را با آقای کمیجانی به عنوان قائم مقام خود تفویض کردم. میترسه خب حیوانی که بیکار بشه، شب زن و بچه‌اش نون نداشته باشن. میگه آقا من نرفتم و اگه اینجا نشد اونجا رام بدین. عبدالناصر همتی متولد 1336 در کبودراهنگ همدان. انقلاب که میشه ایشون 21 سالشه. میگه سال 59 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران رو داشتم میخوندم که شدم مدیر کل خبر صدا و سیما تا سال 68. حالا اینا به هم چه ربطی داره؟ بعدم شدم معاون سیاسی صدا و سیما تا سال 73. از اول انقلاب از دوروبری های رفسنجانی بود. از سال 73 و اوائل دولت دوم رفسنجانی رفت به حوزه اقتصاد. بالاخره شد رئیس کل بیمه مرکزی و بعد مدیر عامل بانک سینا و بعد بانک ملی. دوره ای که
همتی شد رئیس کل بیمه مرکزی، همتی بود رئیس کل بیمه مرکزی، در مجموع 13 سال میشه. در طول اون 13 سال انتشار عمومی آمار عملکرد صنعت بیمه مرکزی به کلی متوقف شد. نهای از آزادی بیان و شفافیت و این چیزا دیگه هیچ کس هیچ گزارش از عملکرد بیمه مرکزی نداشت 13 سال. از سال 92 تا 95 ایشون مدیر عامل بانک ملی بوده. آبان 95 دادستانی کل کشور و دادستان تهران از اختلاس 1200 میلیارد تومانی در بانک ملی و بانک ملت میان علنا صحبت میکنن. کی اتفاق افتاده؟ سال 94، یعنی درست موقعی که ایشون رئیس کل بانک مرکزی بوده. دادستان کل کشور میاد میگه 800 میلیارد تومان این اختلاس مربوط به اندکی بیش از 800 میلیارد تومان این اختلاس مربوط به بانک ملی است و میگه بدون وثیقه و ضمانت به یک بدهکار کلان بانکی که 1200 میلیارد تومان بدهکار بوده، بانک ملی 800 میلیارد تومان دیگه تسهیلات داده، پول مفت داده. یارو هم رفت در رفته رفته خارج. اون آقاهه که اینا رو گرفت رئیس کل بانک مرکزی بود دیگه، آقای عبدالناصر همتی هیچکی کارش نداره. هیچکی کارش که نداره هیچی بهش جایزه میده. دو سال بعد میشه رئیس کل بانک مرکزی، از بانک ملی میشه رئیس کل بانک مرکزی. بعد سه سال بعدم که حالا باشه میخواد بشه رئیس جمهور. تو این هفت نفری که میان این مناظرات سیمایی رو میکنن و شورای نگهبان معرفیشون کرده که مردم برن به یکشون رأی بدن، اینا بیشتر از بقیه، همتی مثلا اقتصاددانشونه دیگه. الان بچه مدرسه ای هم میدونه که حجم نقدینگی در کشور چقدر بالاست و خود این چقدر باعث تورم میشه. همتی هم خب به عنوان اقتصاددان اینجا هم خودش عصبانی نشون میده خیلی از رشد نقدینگی در کشور. میگه قیمت‌ها رو زمانی میشه کنترل کرد که نقدینگی بیاد پایین. قیمت‌گذاری در دنیا شکست خورده. این که میگن ما با گرانفروشی بریم مبارزه بکنیم، با گرانی و گرانفروشی مبارزه که نمیشه کرد. گرانفروشی و گرانی نتیجه تورم قیمت‌های نسبی خودش جواب میده. وقتی در یه بازاری قیمت میره بالا، در بقیه بازارها هم این اتفاق خواهد افتاد. بنابراین طبق برنامه ما دولت باید کنترل نقدینگی بکنه. البته این درست شیره را خورد گفت شیرین از میگه قیمت یه جا که بره بالا تو بقیه بازارها میره بالا، درست خیلی 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 ابتدایی حرف میزنه، ولی خب به هر حال میگم این تنها اقتصاددانشون رو باید به بقیه همین چیزا هم اونجا یادآوری بکنه بگه درست میگه. ولی این شخص رو ما بهش میگیم ما، یعنی ما که فارسی شکرین صحبت میکنیم بهش میگیم دزد با چراغ. این آدم میدونه برخلاف بقیهشون که رشد نقدینگی یعنی افزایش تورم و گرانی بی حساب کتاب، میدونه و خودش در ریاست بانک مرکزی 80 هزار میلیارد تومان اسکناس بی پشتوانه چاپ کرده، یعنی 80 هزار میلیارد تومان به رشد نقدینگی در کشور کمک کرده. نرخ رشد نقدینگی در ایران 2.7 برابر میانگین رشد نقدینگی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2020 است. طی 42 سال گذشته بالاترین نرخ رشد سالانه نقدینگی حدود 41% در سال 1399 اتفاق افتاده. که ایشون رئیس کل بانک مرکزی، همین شخص. 80 هزار میلیارد تومان در دو ماه بهمن و اسفند 98 آقای همتی اسکناس بی پشتوانه چاپ کرده. میگه خب 60 هزار میلیارد تومان دولت کسری بودجه داشت، ما هم که کارمند دولتیم پول بی پشتوانه چاپ کردیم تا حقوق کارمندا رو بدیم تا صندلیمون حفظ بشه. حاصل برای مردم تورم حاصل از رشد لجام گسیخته نقدینگی نه تنها سفره مردم را کوچک و آنان را در تامین حداقل های زندگی با مشکل جدی مواجه کرده، بلکه گردش چرخ تولید را هم کند کرد. به طور طبیعی برای همینه که 40% واحدهای تولیدی ورشکست شد.
از همتی سوال می شود که به نظر شما تو همین حوزه اقتصاد برای خشکاندن پدیده ابر بدهکاران بانکی که یه نمونه شو گفتم سال 94 خودش 800 میلیارد تومان داده بود، پدیده ابر بدهکاران بانکی که جزئی از چرخه فساد سیستم بانکی است، به نظر شما برای مقابله با این باید چیکار کرد؟ جواب نمیده، یا صرف نداره جواب بده یا اصلا بلد نیست جواب بده. وضعیت جیب شما مردم عزیز خیلی میتونه بهتر بشه، اما لازمش اصلاحاتی که بقیه این دوستان توانشو ندارن و من برنامه و توانشو دارم. مردم عزیز، جناب آقای رضایی به جای اینکه بیان بگن بانک مرکزی مقصره، بگن چگونه میخواستن با گروگان گرفتن برای کشور درآمد ارزی جور کنن. ما الان 6 ماه منتظریم ایشون این اقدام بکنن، هر شاید درآمد ارزیمون به یه جایی برسه. جناب آقای رضایی، شما خودتون در مجمع چند بار ما رو معطل کردین برای FATF عدم پذیرشش پدر اقتصاد کشور در آورده، شما چرا میرید به معلول میپردازید؟ آقای رضایی، من تعجب میکنم از جناب آقای رضایی. حتی مقام معظم رهبری مجدداً این طرح رو به مجمع ارجاع دادن، ما رفتیم التماس کردیم. آقا این برای مهمه، من میگم رئیس کل بانک مرکزی بودم، میگفتم مهمترین بحث برای من FATF، برای آقای رضایی تصمیم میگرفتن اونجا. خیلی متشکرم جناب آقای همتی. البته سوال شما در مورد ابر بدهکاران بانکی بود که حالا اگه تو فرصت‌های بعدی در موردش صحبت کنید متشکر میشم. جواب که به سوال نمیده، یک گاف گوندم میده، میگه FATF رو چرا تصویب نشد، آقای رضایی نذاشت تصویب بشه. همین شخص 2 سال پیش بهمن 98 درست عکس این حرفایی که اینجا میزنه زد. بعضی اعتقاد دارن که اگه FATF تصویب نشه، همین بعضی از حالا ارتباطات بانکی هم هست با کشورهای دوست، اونها هم از بین میره یا بسته میشه، اونها با ما همکاری نمیکنن. آیا این نظر درسته؟ بالاخره هر کسی یه نظری داره. اولا اینکه چه اتفاق خواهد افتاد که هنوز معلوم نیست. من خب احتمال هست مثلا بگن ایران بره لیست سیاه، ولی احتمال قوی تر هم نیست که این کار نکنن، چون خودشون بعیده وارد این مسیر بشن و اینا. ولی به هر حال هر اتفاقی بیفته، من قبلا هم گفتم الان مبادلات تجاری ما از مسیرهایی که در واقع تحریم ناپذیره داره انجام میگیره و خیلی اینا دیگه الان تو این مقطع روی ما تأثیر نذاره. ما الان فکر میکنین بانک‌های دنیا با ما همکاری میکنن الان به خاطر تحریم آمریکا و فشاری که آمریکا به حتی کشورهای دوست ما داره وارد میکنه، خیلی هاشون با ما بانک‌هاشون همکاری نمیکنن. ولی چگونه ما از اول سال تا حالا 35 میلیارد دلار تأمین عرض کردیم برای واردات کشور؟ با همین روش بازم ادامه میدیم. بله، حق بازی این آدم که هر بار یه چیزی میگه درباره این مهمترین راه رسیدن به مبادلات تجاری و بانکی بین المللی، یه روشن‌تر از اینه که من توضیح بدم. ولی بذارین تو این فرصت کوتاه یک مروری بکنیم کوتاه بر FATF، چون تو بخش بعدی، بخشی که به سعید جلیلی میپردازیم، من با این موضوع کار خواهیم داشت. FATF سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، هدفش در واقع نجات سیستم توسعه از جنگ، از چنگ این دوتا بلای سیاسی و اقتصادی است. همه کشورهای جهان استانداردهای این نهاد یا سازمان اگه بهش گفت و کم و بیش اجرا کردن، غیر از دوتا کشور. یعنی از 190 کشور عضو سازمان ملل، 188 کشور همکاری میکنن با FATF و خودشون جزئی از این نهاد توسعه بین المللی. ببینید در ردیف مربوط به ایران و کره شمالی الان دارین میبینید، فقط ایران و کره شمالی هن که هیچ نقطه‌ای ندارن، این هیچ همکاری با FATF نکردند و به همین دلیل در لیست سیاه هستند. در تاریخ دوم اسفند 98 ایران دوباره به لیست سیاه FATF اضافه شد، یعنی کمتر از یک ماه بعد از اینکه اون صحبت رو آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی داشت میزد، میگفت خب حالا نمیره، نمیبرنم تو فلان
لیست سیاه و اینا ببرن هم مهم نیست که. بر اساس بیانیه‌ای که در پایان نشست دوره این سازمان صادر شد، از تمامی کشورها می‌خواهد که اقدامات مقابله ای را در مبادلات مالی با ایران به کار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون سیستم بانکی ایران دامن کشورهای دیگر را نگیرد. تو همون بیانیه که بعضی رسانه‌های داخل ایران هم منتشر کردن، از جمله ایلنا فکر میکنم و ایرنا که دیدین دیگه، همین بیانیه رو، 6 تا خواسته از ایران مطرح شده که هر وقت به این 6 تا خواسته عمل کنه، اینا رو بپذیره بر طبق استانداردهای بین المللی تمام کشورهای عضو سازمان ملل، از فهرست سیاه در میاد و مبادلات بانکی و مالیش از این حالت مسدود و بلوکه خارج میشه. من بذارین بگم این 6 تا رو، حالا نمیدونم شاید 2-3 تا اولیشو بگم کوتاه میگم براتون که بدونید که هیچ جوری با گروه خونی جمهوری اسلامی جور در نمیاد. 1. حذف استثناء سازمان های رهایی بخش از اشغال خارجی. یعنی اسمشو میذارید سازمان رهایی بخش، میگید که این استثناست، این باید حذف بشه. این استثناء، حذف استثناء سازمان های رهایی بخش از اشغال خارجی، استعمار و نجات پرستی از تعاریف سازمان های تروریستی در قوانین جمهوری اسلامی. یعنی کمک به سازمان‌های تروریستی بحرین و یمن و همسایه‌های ایران گرفته تا کنیا و سومالی و لبنان و غیره و غیره، به اسم اینکه اینا سازمان‌های رهایی بخش از اشغال خارجی‌ان یا علیه استعمارن و این حرفا، خلاصه باید به این بره. ما معیارهای جهانی داریم، معیارهای بین‌المللی شناخته شده داریم و بر طبق مصوبه‌های سازمان ملل هم باید همه کشورها بهش احترام بذارن. میگه آقا این وسط تو نمیتونی زیرا بیبری. روشن. 2. شناسایی و مسدود کردن دارایی های گروه های تروریستی بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل. 3. شفاف سازی مکانیزم های گزارش دادن مبادلات بانکی مشکوک به تأمین مالی گروه های تروریستی در هنگام درخواست این گزارش ها. مشخص کردن مکانیزم شناسایی و محدود کردن ارائه دهندگان تراکنش های غیرقانونی، یعنی مبادلات بانکی غیرقانونی. مشخص کردن مکانیزم شناسایی که شما چی رو میخواین بفهمین اینو. 5. تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو. کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به اصطلاح، که تو مجلس شورای اسلامی تصویب شد، تو شورای نگهبان رد شد سال 96. میگه اینو تصویب کنین و مبارزه با میگه تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم و شفاف سازی توانمندی ایران برای همکاری های حقوقی در این زمینه. و 6. اطمینان حاصل کردن از اینکه مؤسسات مالی اطلاعات فرستنده و گیرنده مبادلات مالی رو تایید میکنن. جمهوری اسلامی نمیتونه به اینا عمل کنه. اینا که ظاهرا از نظر ما ساده است و اینا، پذیرششون این پذیرش مرگ سیاست های بین المللی جمهوری اسلامی برای ایجاد آشوب در منطقه و جهان. تا جمهوری اسلامی هست این عقلانیت و شفافیت ظاهرا ساده در جامعه بین الملل ناممکنه. همتی یا هر کی میگه که ما بیایم سر کار FATF، مثلا روحانی و قباز که FATF بله ما از فلان میشیم اینو، همتی یا حالا اونطور که نشون میده رو سادگی این حرفا رو میزنه که بله باید FATF بشود و اینا، یا از حق بازی معمول این آقایون. به هر حال هر کی بخواد، ببینین من بزنین همتی رو جنبندی کنم، هر کی بخواد همتی رو بشناسه لازم نیست خیلی زحمت بکشه و ببینه مثلا کدوم بخش اصلاح طلب ازش حمایت میکنن، کدوم بخش فلان ازش حمایت. کافی این جنبندی تو این شوهای تلویزیونی، مناظرات تلویزیونی آخرش جنبندی صحبت داشتن دیگه، نه 3 دقیقه 4 دقیقه هر کدومشون جنبندی میکردن. جنبندی صحبت های همتی رو در اولین مناظره تلویزیونی هفته پیش ببین. ما الان به همت شهید سلیمانی ها قدرت منطقه ایم، باید اقتصاد اول منطقه هم باشیم ولی نیستیم. اگر امروز درست انتخاب کنیم الگوی اقتصادی منطقه خواهیم شد. در میان نامزدهایی که امروز روبروی شما هستند، من توانایی و دانش این کار رو دارم. اگر یکایی که شما بخواهید هم یک سری مشکلات اقتصادی کشور حل میشه،
بعد از چند سال جنگ تحریمی جامعه‌مون یه نفسی میکشه و روی ریل توسعه میفته و هم جمهوریت تقویت میشه. خیلی ها نتیجه انتخابات رو از پیش مشخص میدونن، ولی ما میتونیم نتیجه و صحنه رو عوض کنیم. کمکی که از شما میخوام و از شما برمیاد اینه که اولا خودتون رأی بدین و اگه اعتراض هم دارین اعتراضتون رو با رأی به من نشون بدین. سعید جلیلی متولد 1344 در مشهد. وی تحصیلات ابتدایی تا دانشگاه را در مشهد و تحصیلات دانشگاهی را تا مقطع دکترای معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق به پایان رسانده و در دانشگاه امام صادق به تدریس دیپلماسی پیامبر می پردازد. به گفته سعید جلیلی عنوان پایان نامه او بنیان اندیشه سیاسی اسلام در قرآن بوده است. استاد راهنماش کیا بودند؟ دو نفر، محمد هادی عبد خدایی عضو مجلس خبرگان رهبری و احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نماینده رهبر معظم در خراسان و پدرزن اون یکی که میخواد رئیس جمهور بشه ابراهیم رئیسی. این آقای سعید جلیلی که بنیان اندیشه سیاسی اسلام در قرآن خونده و دیپلماسی پیامبر درس میده، در انتخابات 92 که جلیلی و علی اکبر ولایتی نامزد شورای نگهبان بودن برای انتخابات ریاست جمهوری، جلیلی اواخر ریاستش بود بر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و بر هیئت مذاکره کننده هسته‌ای با کشورهای 5 به اضافه 1. جلیلی میدونید دوره احمدی نژاد به اصطلاح رو اومد دیگه، مسئول خیلی هر دوشون از یه رگ و ریشن و حامیان جلیلی هم الان در واقع همونایی هستن که اون تشکیلات حامیان جلیلی اغلب دوربری احمدی نژاد و وزرای دولت احمدی نژاد از اول وقت این تشکیلات شکل گرفت چه پایداری هستن. جلیلی از سال 86 تا 92 مسئول مذاکرات بود، مذاکرات هسته. علی اکبر ولایتی تو مناظره های سیمایی سال 92 که دوتاشون میخواستن بشن رئیس جمهور، یقه جلیلی رو سر همین دیپلماسی پیامبر میگیره. در آخرین صحبتی که در آلماتی آقای دکتر جلیلی داشتن، اونها یه پیشنهادایی کردن که بر اساس اون پیشنهادها میشد یه مقداری ما جلو بریم. در اون پیشنهادها رو ایشون نپذیرفتن، گفتن که شما یعنی طرف مقابل 5 به علاوه 1، اینطور گفتن که شما اگر غنی‌سازی 20% رو متوقف بکنید و فوردو رو یه مقداری کند بکنید، ما این سه تا تحریم از رو شما بر میداریم. و بعد معلومه که هر کاری که آدم میخواد بکنه قدم به قدم بر میداره. در پاسخشون گفته شد که ما فلان کار میکنیم، شما کل تحریم ها رو بردارید. در حال و این که عرض میکنم به شهادت معاون وزارت امور خارجه که در جلسه بود، یعنی مثل این مون که شما برید این لیوان رو بخواید بخرید، طرف میگه 100 تومان، شما میگید 2 تومان میدی، میگه این نمیخواید معامله کنی، برای چی ما رو وقت ما رو گرفتی؟ ببینید جناب آقای دکتر جلیلی، بحث دیپلماسی کلاس فلسفه نیست که شما برید اونجا بگید که منطق ما قوی بود اونا محکوم شدن. اونی که مردم میبینن این است که شما چند سال مسئول کار هسته‌ای هستید، یک قدم پیش نرفتیم و هر روز تحریم‌ها بیشتر شده و فشارش بر روی مردم میاد. بعد تو دوره‌ای که جلیلی مسئول مذاکرات بود، سه قطعنامه مهم شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی صادر شد که تا پای جنگ پیش برد قضیه. الان فشار بین المللی اینقدر زیاده بر جمهوری اسلامی که دیگه حتی میبینین دیگه بیکله ترین اصولگراها هم نمیتونن لااقل در حرف از منزوی ماندن همچنان ایران دفاع کنن. تو این مناظره های سیمایی امسال جلیلی میاد یه حرفای جدیدی میزنه برعکس حرفای گذشتش. میگه برای بیرون آوردن اقتصاد از این مصیبت باید با همه کشورها ارتباط سازنده داشت.
گفته می شود مثلا ارزش پول ملی. ارزش پول ملی چه وقت ایجاد می شود؟ وقتی که شما بتوانید تولید داشته باشید، جهش تولید داشته باشید. جهش تولید چه وقت است؟ وقتی که جهش صادرات داشته باشید. جهش صادرات چه وقت است؟ وقتی که بتوانید تعاملات گسترده و سازنده با جهان داشته باشید، معطل دو سه تا کشور نمانید. این که فرمودن راجع به تبادل خارجی، اتفاقا یکی از سوالات ما این است، شما که بلدید خیلی خوب بفرمایید چرا صادرات ما به 28 کشور اتحادیه اروپا نصف صادرات به افغانستانه؟ عجب، چون خود تو از کسایی هستی که مخالف تبادل و تعامل سازنده با همین اتحادیه اروپا هستی. اتحادیه اروپا میگه اگه میخوای با من تبادل تجاری و بانکی داشته باشی باید استانداردهای FATF رو قبول کنی. و جناب عالی و جبهه پایداریتون که حامی توست، همه تون مخالف سرسخت FATF هستین. کوچکترین بحثی وقتی که در مجلس شورای اسلامی میشد، جناب عالی و دیگران هم مسخره میکردین، هم میگفتین آقا ترکمن چای میخواد تصویب بشه. از احمدی نژاد و ببخشید معذرت میخوام، از احمد پدرزن رئیسی و از خود رئیسی و از جناب عالی و تمام جبهه پایداری. حالا رئیس جمهور میخوای بشی دیگه، بالاخره باید از اقتصاد و وضع داخلی مملکت هم خبر داشته باشی دیگه. حالا ما کاری با اون شعارها و این پوزای الکی که میگین و اینا نداریم درباره فیتی. باید با همه ارتباط داشت. چجوری؟ بحث چگونگی است؟ چجوری؟ زاکانی یه حرف درست تو این مناظره ها گوه، همه میان انشا میخونن، اینکه جای انشا خوندن نیست که. حالا ببینیم برای اینکه جلیلی چقدر از اقتصاد و سیاست اقتصادی مملکت سرش میشه این آدم، فقط یه سوال جوابشو گوش بدین. موضوع سوال چگونگی تأمین مالی برای راه اندازی مجدد کارخونه ها و کارگاه های تعطیل شدن. ببینید، من در 8 سال گذشته توفیق داشتم از بسیاری از شهرک‌های صنعتی بازدید داشتم و جلسات متعددی با اینها داشتم. تقریبا شاید با 24 صنف ما جلسات مفصل داشتیم. در این جلسات 16 مسئله مشترک مطرح شده که این 16 مسئله تقریبا همه اینها روش اذعان دارن که اینها مانع کار هست. اگه ما صحبت میکنیم از موانع تولید، یکی از مهمترین بحثایی که مطرح میکنن که باعث شده که شهرک ها نتوانن کار کنن بحث تأمین مالی است. اصلا سوال اصلی که هم اینجا اینه، اگر ما الان روزانه داریم 2000 میلیارد تومان خلق پول میکنیم، حالا به هر دلیل که جای بحث دارد، بعد چگونه کسانی که در کار تولید هستن مهمترین مشکلشون تأمین مالی است؟ این 2000 میلیارد خلق پول کجا میرود؟ به دست کی میرسد؟ اینها اون سوالات اصلی است که باید کار بشود. ما بحثمون اینه که پس اگر شما میخواهید به تولید بها بدهید و او یک مشکلش تأمین مالی است، خب این رو باید حل کنید. نکته دومی که مطرح میشود در همین موضوعات مطرح میکنن، ببینید اینجا من آوردم بحثایی که مطرح میکنن که چه میزان برای این که اونها بخواهند برای یک صادراتی داشته باشند عدم ثبات در مقررات تجاری وجود داره. یعنی بخشنامه هایی که از 97 تا 99 صادر شده در زمینه های مختلف، مثلا در فولاد، در کاشی و سرامیک، در شیشه، در سیمان، در پتروشیمی، چه میزان بخشنامه های متعدد و بعضن متعارض و مختلف، خب اینها حتما شما اون تولید شما رو لطمه میزنن. همین، این نخبه ولایته. خودش فهمید واقعا چی گفت؟ بخشنامه های مختلف. اولا اینا همشون هم میگن دستوری باید پیشرفت و اینا، به جز همتی که ایوونی میگه چند نفر به یه نفر. همین آقای سعید جلیلی که ملاحظه فرمودین، اگه حوصله داشته باشین، برنامه ما نه فضاشو داره نه حوصله‌شو داره که پخش کنیم هی تیکت که حرفاشون، سیماشون نشون داده روی اینترنت، هم میتونین آنلاین برین ببینین دیگه. چپ و راست مدام بی ربط هی یه کاغذ میاره بالا جلیلی که این نمودار رو ببینین فلان. حالا کاغذی هم که الان دیدین دوباره آورد بالا، گفت ما بررسی کردیم و اینها و
ما اگر بخوایم برای راه اندازی مجدد کارخونه و کارگاه‌های تعطیل شده تأمین مالی بکنیم، یکی از چیزهای بسیار مهمش این است که بخشنامه‌هایی که صادر می‌کنیم اینقدر پایین بالا نباشه، این بخشنامه برای فولاد بالا باشه، بخشنامه برای اون یکی پایین‌تر باشه، اون یکی فلان باشه، اینو ببینین. آخه چه ربطی؟ آخه من همیشه میگم که واقعا این کمدی تراژیک جمهوری اسلامی دیگه حال همه رو به هم زده. اینها چه ارتباطی داره با مسئله مشخص تأمین مالی برای 40% واحدهای کل کشور که ورشکسته شدن و میخواین راش بندازیم مثلا؟ چه ارتباطی داره؟ بعد به یک سوال فقط مشخص جواب میده، درباره محرومیت زدائی آقای سعید جلیلی میگه سهم مردم از انرژی رو باید بدیم، اینجوری محرومیت زدایی بکنیم. سوال محرومیت زدایی است، یعنی به زبون احمد نژاد پول نفت رو بیاریم سر سفره مردم، غذا ببریم دم خونه ها یا کوپنی، حالا غذا بدیم به مردم که کالری لازم به بدن مردم برسه. برای محرومیت زدایی باید طرح داشت، برنامه داشت، اما قبل از طرح و برنامه باید باور و اراده داشت. اما اون چیزی که ما در این زمینه داریم چند طرح اساسی است که حتما باید انجام بشود تا مردم محرومیت به حداقل خودش برسه. یکی این است که باید حق مردم رو در عرصه‌های مختلف به ویژه در اون سهمی که از مصرف انرژی دارن به اونها داده بشود. ما در طرحی تحت عنوان طرح وان یا واحد انرژی این رو تعریف کردیم، کاملا اجزاشو دنبال کردیم که به مردم این حق داده بشود. طرح دوم طرح سبد قضایی است. در این طرح این گونه است که مردم باید آهاد جامعه ما در روز 2500 کیلوکالری حداقل به اونها اون انرژی لازم، اون غذاهای لازم برسد، اون هم در یک طیفی از غذاها که بر این اساس یک برنامه‌ای تهیه شده است که چگونه باید این به خوبی توضیح بشود که متاسفانه آماری که امروز در اثر سیاست‌هایی که همین عدم نگاه به محرومین است متاسفانه شاهد هستیم که به مردم نمی‌رسد. اگر ما صحبت از محرومیت زدایی می‌کنیم فقط در بحث‌های حقوق اولیه نیست، در بحث‌های تفریح و سلامت مردم هم هست. یک طرح مفصلی داریم درباره موضوع سفر که چگونه با همین امکانات فعلی، با همین بودجه فعلی می‌توان مردم رو از سفر برخوردار کرد تا تحکیم خانواده صورت بگیرد. بریم پرده آخر. با شمشیر زد تو سنگ، سنگ از وسط دونیم شد، آمد و از سر عبور کرد، اونقدر سریع از لنگ پاش اومد بیرون که درد و الم و عبور حس نکرد. گفت یا علی، پریدی بالا پریدی پایین، زردی چکا کردی؟ همون یه تکون به خودت بده، حالیت میشه چی کاریت کردم؟ تکون که داد نصفش از این ور، نصفش از ور افتاد بیرون. شب روزگار خوش.